موکب های مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو امسال نیز مانند سالهای گذشته در نقاط مختلف شهر مقدس کربلا و حومه آن برپا شده و به خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی پرداختند همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد ده ها مرکز و مؤسسه مرتبط با دفتر آیت الله العظم صادق حسینی شیرازی دامزلو از در سراسر جهان با حضور در شهر مقدس کربلا و هومه آن و برپایی موکب به خدمت رسانی به ظاهران ابو عبدالله الحسین علیه السلام پرداختند موکب جارال حسین علیه السلام از مواکب مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در کشور دانمارک با استقرار در شهر مقدس کربلا در ایام زیارت مقدس اربعین 1401 میزبان عموم عزاداران و زائران حسینی بود این موکب متشکل از جمعی از کربلایی های مقیم کشور دانمارک است که در چندین وعده از زائران شهر مقدس کربلا با انواع غذاها و میان وعده ها پذیرایی کرد موکب جبل و سبر سلام الله علیه هانیز نیز دیگر مکبی بود که با استقرار در خیابان جمهوری در شهر مقدس کربلا در ایام زیارت اربعین 1401 میزبان زائران حسینی بود این مکب طبق برنامه هر ساله خود و در عمل به توصیه های بزرگ مرجع جهان تشیع مبنی بر اهمیت تعظیم شاعر حسینی به پذیرایی از زائران حضرت عبدالله الحسین علیه السلام در نوبت های مختلف پرداخت موکب حسینی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله هم از دیگر مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر کویت با استقرار در شهر مقدس کربلا به خدمت رسانی به زائران حسینی در اربعین 1401 پرداخت این موکب هم در عمل به توصیه های معظم الله مبنی بر خدمت رسانی به زایران حسینی در چندین وعده با انواع خوراکیها ها و آشامیدنی ها از آنان میزبانی کرد. موکب حسینی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله در خیابان باب قبله حضرت عباس علیه السلام مستقر بود. اما حسینی خدمه اهل بیت علیه السلام از دیگر مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه از زائران حسینی زیارت اربعین پذیرایی کرد این موکب در خیابان روزتین مستقر بود و به پذیرایی و اسکان زائران می پرداخت. خدمت رسانی موکب حسینی قصر و سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کازمین را هم نباید فراموش کرد که همچنان به خدمت رسانی به زایران ادامه می دهد. موکب شباب الهور متشکل از جمعی از مقلدان آیت الله العظما شیرازی در شهر شطرای کشور عراق هم دیگر مرکزی بود که در این روزها میزبان زایران عربین حسینی 1401 بود. این موکب با استقرار در شهر مقدس کربلا و پذیرایی از زائران حسینی با انواع خوراکی ها و آشامیدنی ها به آنان خدمت رسانی می کرد موکب خدمه ام البنین سلام الله علیها نیز از دیگر مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه بود که در این روزها در شهر مقدس کربلا به منظور خدمت رسانی به زائران اربعین مقدس 1401 مستقر شده بود این موکب نیست خدمات خود را در عمل به توصیه های آیت الله عظم حسینی شیرازی دامزلو مبنی بر تسهیل در زیارت اربعین انجام میداد و اما موکب طلاب علوم دینی را نباید فراموش کرد که فعالیت خود را در خدمت رسانی به زائران اربعین و مقدس حسینی 1401 از اولین روزهای اربعین آغاز کرد و با قدرت ادامه داد خیمه های این موکب که در چهار نقطه از شهر مقدس کربلا برپا شده در پی تاکید های آیت الله العظم شیرازی زل و مبنی بر استفاده از فرصت اربعین برای نشر معارف اهل بیت علیه مسلم در میان زائران با مشارکت شماری از اساتید و طلاب حوزه علمیه به فعالیت تبلیغی می پرداختند. اما استقرار این خیمه ها در شهر مقدس کربلا خیابان قبله حرم متحر امام حسین علیه السلام، خیابان امام علی علیه السلام مقابل دفتر مرجعیت و منطقه باب توریج بود که پاسخگویی به سوالهای شرعی و اعتقادی زائران و توزیع محصولات فرهنگی از جمله آثار آیت الله العظمه حسینی شیرازی دامزلو و, و اقامه نماز جماعت برخی از فعالیت های این خیمه ها بود. موکب الولا والفدا والفتح هم از مواکب مرتبط با مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کربلا از جمله مواکبی بود که در ایام زیارت اربعین حسینی 1401 به خدمت رسانی به زائرا می پرداخ. این موکب با استقرار در خیابان باب قبله امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در چندین نوبت از عزاداران و اعضای عزا ایران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام می کرد اما مؤسسه انوار و جوادین علیه ما سلام هم از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر بغداد بود که در این روزها به برگزاری مراسم اعضای حسینی در شهر مقدس کربلا پرداخت. این مراسم ها به مناسبت ایام زیارت مقدس اربعین حسینی 1401 در مقر این مؤسسه در شهر مقدس کربلا از 13 سفر سال جاری آغاز شد که مؤمنان با حضور در این مراسم ها به اقامه عزاداری می پرداختن. در این میان خیمه پاسخ به سوالات شرعی مؤسسه اهل بیت علیه مسلم را نباید فراموش کرد که دیگر مرکز از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر بصره بود و به خدمت رسانی دینی و فرهنگی در ایام اربعین حسینی 1401 در نجف اشرف پرداخت این مجموعه با استقرار در عمود 376 از روز 12 سفرال الاحزان تا 18 همه این ماه در این شهر مقدس به خدمت رسانی ادامه داد پاسخ به سوالات دینی و شرعی زائران توزیع آثار آیت الله العظم حسینی شیرازی دامزلو و توزیع محصولات فرهنگی از جمله فعالیت های این خیمه بود. مکب سید هم از مرکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه بود که همچنان به پذیرایی از زائران اربعین مقدس حسینی 1401 ادامه میدهد این موکب با استقرار در خیابان باب قبله حرم متحر حسینی در شهر مقدس کربلا روزانه هزاران پرس غذای گرم و انواع نوشیدنی ها را برای زایران آماده می کرده و همچنان فعالیتش ادامه دارد. موکب بطلت الکربلا نیز از مراکز مرتبط با دفتر مرجعیت شیعه در شهر بصره بود که به پذیرایی از زایران عربین مقدس حسینی 1401 در شهر مقدس کربلا پرداخت. این موکب با استقرار در خیابان باب قبله حرم متحر حسینی در شهر مقدس کربلا روزانه هزاران پرس غذای گرم و انواع نوشیدنی ها را برای زائران آماده می کردن. در این میان حوزه علمی ابن فهد هلی نیز موکبی دایر کرده و به ارائه خدمات فرهنگی میان زائران حسینی علیه السلام می پرداخت. بیشتر اداره کنندگان این موکب از طلاب علوم دینی بودند. مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مسبال حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا چند تیم از نیروهای تازه نفس انسانی خود را به گذرگاه مرزی مهران مرز کشور عراق با ایران و مسیرهای منتهی به شهر مقدس کربلا اعزام کرده تا خدمات لازم به زائرینی که به منظور بزرگ داشته زیارت اربعین به این کشور میآیند ارائه دهد این اقدامات در راستای حمایت و کمک به موکب حسینی در ارائه بهتر خدمات به زائران در ورودی های مرزی انجام شده است. علی اکبری اخبار شیعه